الو شوک کو جانی قنداری را قربان، الو شوک کو جان این جانب آقا شمشم نام دارم، اما در حقیقت نام من چیزی دیگر است، اما برای من میگویند که خود را آقا شمشم معرفی کنم. هفته که گذشت خر من که من را با لگد زد، کلاه من افتاد و خراب شد. من با خود گفتم که چی باید بکنم؟ ناگهان به یادم آمد که باید یک کلاه دیگر خریداری کنم. این کلاه را که شما میبینید تا اطلاع ثانوی به سر نهاده ام. حالا به یادم آمد خر من خو از من قهر بود، باید بروم آن را راضی بسازم. چرا از من قهر هستی؟ دلیل قهر بودنت را برای من قصه کن. چرا؟ تو که نمیخوایی با من گپ بزنی؟ چرا؟ چرا؟ من که خیلی ها تو را دوست دارم، اما تو من را دوست نداری، من میفهمم. من رو نزن، چرا من رو میزنی؟ چرا از من قهر هستی؟ های خر من، من که تو را خیلی دوست دارم، چرا چنین کاری در حق من میکنی؟ هفته گذشته که من را با لگد زدی و کلاه من گم شد، من این کلاه نو را خریداری کردم. تا ابد و ابد شاید امی کلاه در سر من بماند. یکی از روزها که از قریه میخواستم به شهر بروم، ناگهان به یادم آمد که با خود گفتم که نه تنها به خر ضرورت داری، بلکه به یک همسر نیز ضرورت داری. با خود گفتم که بیا که خانه خسرم برویم تا معامله آروسی خود را یک طرفه کنم. همو زمانی که من هانجا رفتم، خسرم برای من گفت که تو باید تویانی زیاد بدهی. من قبول کردم و آمدم. با خود فکر کردم چی چیزی را در مقابل تویانش ببرم؟ حالا یادم آمد. آقا شمشم چه در خدت میدهدی؟ ایچ موالی، من رفته بودم خانه خسرم به خاطر که معامله عروسی خود را وردارم تا من عروسی کنم. اما اونا برای من گفت که من که دختر خود را خیلی دوست دارم، برای تو می دهم. من گفتم اما تو در مقابلش تو یعنی زیادی باید بدهی. خسرم گفت موالی، من فکر کردم که او دختر خود را خیلی دوست داره، برای من می دهد. من که خر خود را خیلی دوست دارم، در مقابل تویانش برایش میدهم. استادی خدا خدا که کرده تویانه نمیده.